درود درود الانتون بخیر. امروز به همراه دوست ترکیه‌ای و فرانسویمون داریم میریم کجا؟ داریم میریم یه جای باحال، موزه تاریخ در شهر بیشکک. آخرین روزی هستش که من در قرقیزستان هستم و بامداد پرواز دارم به سمت کجا؟ به سمت شارجه و از شارجه به سمت تهران، چون پرواز مستقیم نیست. اینا رو ولش کن بزن بریم با هم دیگه موزه مرکزی تاریخ این کشور رو ببینیم. بزن بریم. و رسیدیم به موزه مرکزی تاریخ در بیشکک. بریم داخل موزه رو ببینیم چه خبر است. The National History Museum، موزه ملی تاریخ قرقیزستان. روز دوشنبه تعطیل هستش، دیروز دقیقا تعطیل بود. Saturday to Sunday 10 صبح تا 8 شب. Admission this 10 صبح تا 7:30. آره، آخرین جمعه هر ماه هم روز تمیزی شونه. بریم داخل ببینیم چه خبر است. بزرگ سال 200 سوم، دانشجوها دانش آموزان 190 سوم، اسکول استیودن 110 تا. بریم یه بلیت بگیریم. هلو 200 سوم. یه تینکیو. یه وان تیکت، یه دونه بلیت 200 سوم، یعنی تقریبا 2 دلار رو آره، هر 8.3 سوم بشه 2.5 دلار تقریبا. تینکیو سو ماچ رحمت. اینم بلیت ما به مبلغ 200 سوم. خب اینجا که سوغاتی فروشی اول کاره و یه کافه، اینجا رو با اشتیاط کاری ما نداریم، چیز خفنی هم نمی بینم. بریم داخل. خب بریم وارد بشیم ببینیم اینجا چه خبر است در موزه ملی تاریخ. اول اومده استپ ها رو بررسی کرده، یه سری تصاویر از ماموت ها. آو سنگ نگاره ها، اینجا شروع میشه به سنگ نگاره ها. راک پینتی، نقاشی هایی که روی صخره هستش، مثل بزماننده. اینو ببین خدای من، و یه سری خنجر و ابزار شکار از دوران مفرق. آثار کشف شده از دوران برنز. فسیل دندان ماموت، خدای من، برگهایم. و یه چیز خفن دیگه این پشت من دیدم، این یه سری زیبرالات بهتون نشون دادم. نه نه اینا رو بهتون نشون دادم، اینا رو دیدین.
این خفنه، این سنگ نگاره، این پشت بود. اشکالو ببین، اومدیم بخش بعدی، یه سری ابزار نظامی، کلاه خود، این کلاه‌های سنتی قرقیزا، حالا جدیدن یه ذره لنگولاب هم بهش دادن، سکاها، سکاها اینجا میزیستن، کوزه ها. ماکتی که درست کردن، این رود بوده، اینجوری زندگی میکردن در قرقیزستان. اسب ها دقیقا ماکت زندگی بدوی و روستاییشونه که الان خیلی جاها همینه اوزا. چون من تایمم کم بود، کلا من 6 روز در قرقیزستان بودم و این 6 روز 3 روزش مریض بودم. روز آخرش هم الان که اومدم، این موزه خیلی مهمه و شبم که پرواز داره. اما شما سفر کردیم به قرقیزستان، حتما زندگی روستایی رو تجربه کنید. دو سوم این کشور هست که هم روستا هستش و نومدها رو، روستایی ها و عشایر رو دریابید در این کشور. گهواره هستش، همش طلاه، خیلی خفنه، واقعا خفنه این زیورالات. و یک دندون ماموت دیگه، خدای من زیباست. یه دره ای است به نام چوی در قرقیزستان، مجسمه ها اونجا کش شده، خیلی باحال و خفنه. ما اینو میخواییم از موزه، تاریخو میخواییم، تاریخ یک منطقه، یک کشور، چیزهایی که در اونجا کش شده. خدای من اینا واسه ما جذابه. اینا فکر میکنن چی باشه؟ آینه برونزی، یه سری زیور آلات و یه سری وسایل برای موهای خانوما، همون سنجاق. جالب بود برام، یه سری وسیله دفاعی و شکار. و این مجسمه سنگی که در کوهپایه های تیانشان قرقیزستان کش شده. ابزار و یراقی که برای اسب استفاده می شده در تیانشان و چوی بله، دره چوی، این دقیقا زین چوبی اسبه. عد تیرکمون استفاده میشه، همین عهد این تیرکمون. هنرمندی هاشون بر روی استخوان و شاخ. زیورالات برونزی، سنگ و شیشه. این که بهتون میگم از اطراف دریاچه بایکال اینا استارت خوردن، قرقیز ها، و بعد اومدن به قرقیزستان فعلی، دقیقا اینجاییه که دورش خط کشیده شده. آویزهای زیبا، پیدان، روغندان، خمره های آب، شراب و و و غیره که در دره چوی کش شده. ظروف سرامیک خب طبیعتاً جدیدتر هستن. و مجسمه بودایی که برمیگرده به قرن 15 هم.
همه چی پیدا میشه، خدایان هندو شیبا و و و غیره، تنوع ادیان. مجسمه های برنزی بودایی ها، این سکه هایی که الان ویدیو گرفتم از زمان کاراخانید، یک سلسله ای بوده اینجا که این سکه ها رو ضرب میکردن، چیز خفنی بود. حال کرده این دقیقا نقشه قرقیزستان در سیلک رود، نقشش در راه ابریشم از سمت چین به سمت قرقیزستان، آثاری از زمان نقره. خب طبقه اول تموم شد، بریم طبقات بالاتر به وسیله آسانسور. رسیدیم طبقه چهارم، بریم ببینیم طبقه چهارم چه خبر است. شمشیرهای فلزی، بعضیش اصلا سولفاتی شده ترکیده. کلاه خود، زره و لباس نظامی برای قرن 17 و 18 میلادی. کلاه سبلی دقیقا برای قرن 18 به بعد. کلاه قرخیز ها، پوشاکی که تقریبا معاصر قرقیزستان. عکس رهبران و بزرگانشون و باز هم یک لباس معاصر دیگر، پوشاکی از پشم و چرم حیوانات و یک یورت که داخلش رو زیاد دیدیم تو قزاقستان و این در قرقیزستان. تشابه‌های فرهنگی رو میبینیم. در آسیای میانه، قرقیزستان، قزاقستان، مغولستان، تفنگ های مختلف، شمشیر، تفنگ چوبی و گرز و این هم ساز جنگی، اجزای یک یورت. اون که میگفتم بالای پرچم قرقیزستان دقیقا اینه، یعنی وسط یک یورت، بالای یورت، اونجا از داخل میشه این که وسط پرچم قرقیزستان، وسط خورشید است و دیگر اجزای یک یورت که داخلش دیدید، اجزای یک یورت پشمی رو، اون بالای یورت، اون دقیقا وسط پرچم قرقیزستانه. اصل که مهمترین وسیله ارتباطی در قرقیزستان هستش و بند و بساتهاش، یراقهاش، نعل،
پاشنه، زین و غیره، لباس های سنتی خانوم ها و آقایان توی سرمای زمستون اینجا با اینها خودشونو گرم میکنن و کلاهای خفن قرقیزستان برای خانوما و اینا هم برای آقایون. این دیگه خود لباس زمستونه هستش، چرم و پشم و پوست. این صنایع دستیشون اسمش This one is Alakiz and this one is Shurdan. 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 Thank you so much. آقا این ثبت یونسکو شده. این ثبت یونسکو شده. دقیقاً نمد هستش. شبیه نمد و جاجیم نمد دقیقاً. و این هم مراحل بافتش خیلی خفنه، خیلی خفنه. داریم توی ایران هم داریم، توی سمت بندر ترکمن. حالا اینجا البته طرحش فرق میکنه یه مقداری، سیستم فرق میکنه، اما بیس همشون یکیه و جالبه. خوش من آمد، خوش من آمد. خورجین ها و دیگر یراق ها ابزار بافت، ظروف چوبیشون بر نگهداری کره و دوغ و شیر و و و غیره، گنجه برای کسابی و و و نون و روغن و شیر و دقیقا از این ابزار چوبی و چرمی استفاده میشه. ابزار کشاورزی عهد تیرکمان، یه سری زیور آلات، یه سری بند و بساط اسب، زین با زیورالات، بندوبست آهنگری. این خورجین ظروفه، دکوراسیون خونه، وسایل خواب، گهواره. ما اینو میخواهیم. موزیک به صورت سنتیش، فلوت، کوموز که در قزاقستان هم دیدید، سرنا، دقیقا هم اینجا اسمش سرنا هستش و درامشون این ساز
باحالشون به نام جتیگنه. جالبه. زیورالات برای قرن 16 هم. خیلی از آثاری که دیدید و توی این موزه هست برای قرن 16 هم هستش. کتاب ماناس که بهتون میگفتم مثل شاهنامه میخونم، ماناس خانی دارن، اینه. و این هم تصاویری از ماناس و افسانه هاشون که اینجا اومده، اساطیری هستش. مراسماتی دارن واسه این ماناس خانی. قبل از اسلام شمن باور بودن و هنوز هم خیلی جاها شمن باوری هستش که به طبیعت شمنی اصلا طولانیه، میخوام بهش بپردازم، برید خودتون در موردش مطالعه کنید. عروسک های جالبیه اینجا. خوش من آمد. کتاب به خط عربی و کتاب به خط فارسی، دیوان امیرعلی شیر ملقب به نوایی. کتبی که اینجا هستش، قجمستان، ایشان، گوزل و اینجا کلمات ترکیه و اینجا دقیقاً فارسی هستش. تلگراف یا زولرلی الکتریک منفی مثبت ساکن متحرک لگر تقسیم. دقیقاً رسم الخط فارسی عربی مشاهده میشه. این دقیقاً نقشه قرقیزستانه. بیشکک قبلا اسمش پیشکک بوده، پیشپک، بعدن شدش بعد از جمهوری سوسیالیستی قرقیزستان، بعد از فروپاشی جماهیر شوروی شدش بیشکک. این دریچه ایسیکوله، این سمتش، این ور دیگه میشه چین. این شهر اوش هستش، جنوبش اینجا در واقع تاجیکستان میشه. این ورم که اینجا قزاقستانه و این سمت تاشکند، ازبکستان. اینجا دقیقا میشه چین. کمربند مردونه برای یکی از جنرال هاشون. هیبتو ببین، جنرال عبدالبسیط 1883. لباس های زنونه، اینجا الان لول 4 هستیم. طبقه 4 نمیشه، بخش 4 میشه. طبقه 1 در واقع همون ورودیه هستش و چک و رستوران و نمیدونم جایی که لاگیجا رو میذارن، چمدونا رو میذارن، کوله ها رو میذارن. طبقه دوم که با هم دیگه دیدیم در واقع پیش از تاریخ بودش. طبقه 4 رو که الان با هم دیگه دیدیم و میریم بخش، عرضم به حضورتون که لول 5 رو با هم دیگه میبینیم که اینجا باشه دیگه، نهایی هستش، طبقه نهایی. و قبلش بهتون اینجا رو هم یه نشون بدم از بیرون. اینجا دقیقا هم میشه بیرون اون مجسمه ای که دیدیم. اومدیم بالا، این از ورودی پایین موزه، بخش 4 که با هم دیگه دیدیم و میخواییم بریم اینجا، این طبقه.
بزن بریم. در واقع بخش 5 میشه طبقه 3 که معاصر هستش، برمیگرده به مشاهیرشون دوران کمونیسم، دقیقا ارتش سرخ، ستاره سرخ، این زمان جمهوری سوسیالیستیه، کمونیسم در زمان دوره شوروی، اتحاد جماهیر شوروی. سلاح‌های روسی، خنجر و قمه و و غیره، تپانچه، قمه که حتی ما میگیم قمه، مخنجر و قداره و اینجور چیزا میشه، و توپی از زمان داستان شوروی، پرچم جمهوری سوسیالیستی قرقیزستان در زمان اتحاد جماهیر شوروی، داس و چکش، این وسطش قرمز آبی و سفید. این اره رو نگاه کن چه جالبه، دو سمت هست، درخت رو میشه باش قطع کرد، کت چرم، چرخیاتی، بند و بساتی که از زمان اتحاد جماهیر شوروی، یک کارخونه نساجی ماننده. لوکوموتیو زمان اتحاد جماهیر شوروی، تراکتور بر سال 1930، لباس های اون زمان کموز و سازهاشون، لباس ها رو دیدیم، تصاویر، کتب، این جالبه، نمادی از یک اتاق در زندان در زمان اتحاد جماهیر شوروی، دوران مخوف و بعدش جنگ سرد، و این هم دربش، پنجرش که از اینجا باز می شده، و مطمئناً خیلی مخوفتر از این بوده، حالا اینو به صورت نمادین اینجا درست کردن. سال 1941 تا 1945 درگیر جنگ بوده قرقیزستان، 365,000 سرباز فرستاده در زمان اتحاد جماهیر شوروی جنگ، و 160,000 تاشون بر نگشتن، و این نشون دهنده دوران تاریک جنگ و اتحاد جماهیر شوروی. تصویر استالین، تفنگ، ابزار شنود، ابزار جنگی و دیگر تصاویر، پرچم‌ها، لباس‌ها و ادوات جنگی، ساعت، مدال، دوربین، لباس یک ژنرال، و دوران عجیب غریب کمونیسم و شوروی سابق که هنوز رنگ و بوش میاد در این کشور، در کشور قرقیزستان و کشورهایی که مشتق شدن، رنگ و بوش هست اینجا هنوز، یادگار دوران کمونیسم.
کلی عشقا نابود شد، کلی انسان بی خانمان شدن، کلی عقاید و و و و غیره. خیلی عجیب غریبه. این نماد داس و چکش که هنوز که هنوز این افکار عقاید هست در جهان. همین چند روز پیش مادورو در ونزوئلا با اینکه 10% هم حتی طرفدار نداره اعلام کردن برنده شده، در صورتی که اصلا رأی نیاورده. و ما میبینیم همچنان در روسیه، در چین و و و کلی از کشورهای متحد با این طرز تفکر هنوز که هنوزه ظاهرن و باطنن دارن کار میکنن و پایدارن. مدارک شناسایی برای زمان جمهوری سوسیالیستی قرقیزستان، تمام یادگار دوران کمونیسم شوروی سابق، مدارکی که از مشاهیر اون زمان، پزشکان، ژنرال ها و و و غیره هستش. لباس یکی از بالرین های معروفشون، لباس یکی از خواننده های سنتی اوپراشون، اینم لباس یکی از آرتیست هاشون، تصاویری که بر روی 500 سومی، 1000 سومی و 5000 سومی که من ندیدم. من 1000 سومی دیدم، 5000 سومی احتمالا خیلی کمه، نیستش توی یه سری بانک ها و مطمئنا زیاد متداول نیست. عکس‌ها کی هستن؟ این مشاهیر و بزرگانشون هستن. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به بعد، یه سری سمپل رو پیشنهاد دادن برای پرچم قرقیزستان که این شدش پرچم قرقیزستان که بهتون گفتم داستان از چه قراره. داستان از این قراره: 40 شعله تشعشع خورشید به نماد 40 ایل قرق، قرق که 40 باشد و خیز 40 ایل. و این هم بهتون نشون دادم نماد اون وسط یورت، بست یورت، و این نشانه اتحاد این 40 ایل هستش. و این هم پرچم باحال و معنادار کشور قرقیزستان. صادرات این کشور به غیر از محصولات دامی و لبنی، سیمان، یه سری فلزات، محصولات جو، گندم و مشتقاتش، خب این که کره هستش، و طلا. ورزشکاران قرقیز که بیشتر تو کشتی، وزنه برداری، بوکس، و اینو که من میشناختم والنتین شفشنکو، اصالتاً اهل قرقیزستان و مبارز میکس مارشال آرت تو یو اف سی هستش. خیلی خفنه کارش. صدر جباروف پرزیدنت قرقیزستان،
Thank you so much. تصاویرش اینجا با پوتین و دیگر اردوغان و و و و و و و دیگر پرزیدنت ها، ازبکستان، قزاقستان، مغولستان، پاکستان و اون بالا هم که نشست گلاسکو هستش. اطلاعات و توریست اینفورمیشن در ورودی این موزه که اطلاعات خیلی خوبی اینجا بهتون میده. من دنبال یه رستوران خوب بودم، از یکی دو نفر پرسیدم، گفتن چایخانه نبات. حالا ایشون هم داره همین رو معرفی میکنه، بریم ببینیم چی داره اونجا. قسمتی از تاریخ و فرهنگ قرقیزستان رو با هم دیگه دیدیم. اگه از این ولاگ خوشت اومد لطفاً لایک یادت نره، با دوستانت به اشتراک بذار. اگه چنل رو سابسکرایب نداری و از این محتوا خوشت میاد، چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگوله بغلش رو بزن تا هر موقع ولاگ گذاشتم ازش مطلع بشی. تا ولاگ بعدی مانا باشید و شاد زید.